تمرین 4 رو حل میکنم اگه سوالی نیست. قسمت اولش گفته بود یه یک سوساز در واقع نیم موج ایدئال با یه دیود در واقع غیر ایدئال تو هومورک قبلی ساخته بودین، حالا همونو تبدیل کنین به تمام موج. خب اون نیم موجی که توی سوال 3 بود اگه درست خاطرم باشه یه همچین شکلی داشت، این دوتا دیود بری داشتیم یه مقاومت اینجوری و حالا مثلا اندازه این اگه آر میذاشتیم، اندازه این هم آر میذاشتیم، مثلا وی آوت بر حسب وی این مثلا یه همچین چیزی میشد فکر کنم. بذاری وین های مثبت بکنم صرف میشد، بذاری وین های منفی یه خط باشی به، چون نان اینورتینگ این در واقع اینورتینگ بود میشد، یه خط باشی به منفی 1 مثلا این شکل میشد. تو حالت کلی اگر این آر 2 بود این آر 1 بود میشد منفی در واقع آر 2 به آر 1. خیلی تا اینجا که سوالی نیست، حالا از همین ایده میتونم استفاده کنم. شما یه مدار دیگه اونجا دیده بودین، مدار جمع کننده، یعنی شما فرضاً حالا جمع کننده چه اینورتینگ چه نان اینورتینگ حالا میتونستید داشته باشین که مثلا اگه دو مقاومت مساوی اینجوری میذاشتید اینجا و V1 و V2 رو بهش میدادید، این مدار براتون V1 و V2 رو با یه نسبتی که حالا نسبت این فرض کنید مساوی هست، نسبت همین مثلا R2 به R2 که به اضافه R2 بود براتون ضرب میکرد و میذاشتش بیرون. اینو باز دیده بودیم. من از در واقع ترکیب این دوتا میتونم استفاده کنم که من یه مدار جمع کننده دارم فرض کنید که دوتا چیز با هم جمع میکنه و یه مدار دارم که حالا یک سوساز نیم موجه. ببینید من اگر یه سیگنال داشته باشم مثلا وی این داشته باشم اینو توی یک سوساز نیم موج ضرب کنم، حالا این میتونه این وری باشه میتونه اون وری باشه، الان توضیح میدم. یک سوساز نیم موج ضرب کنم که مثلا یه سینوس رو برداره یک ورش رو داشته باشه، فقط یک ور، و بعد اینو جمع کنم با مثلا منفی ولتاژ ورودی، مثلا منفی ولتاژ ورودی. اگر مناسب اختیار کنم ضریب اینجا رو، اینو میتونم ضرب در یه عددی هم بکنم، ضرب در منفی R2 و R1. من اگه ضریب اینو مناسب اختیار کنم میتونم اینجا یک سوساز در واقع تمام موج بسازم که در واقع این تیکش رو فقط از اینجا میگیره، تو این نیم سیک که این مقدار نداره، تو این نیم سیک بعد این جمع این که رفته بالا و این که داره میاد پایین یک برابر این سیگنال شه. به عبارت دیگه من اگه اینو فقط بتونم ضرب در 2 کنم، ضرب در حالا منهای 2 کنم، یعنی یک سوساز نیم موج داشته باشم که موجم رو ضرب در منهای 2 میکنه و بعد بیام جمع کنم با خودش، در واقع همین کار رو برام میکنه. تو نیم سیک که داره فقط این تیکه اینجا رو که ضرب نشده جمع میکنه، تو این نیم سیک داره در واقع منفی ولتاژ ورودی رو داره با این جمع میکنه. حالا تنها نکتهش اینه، برای که به این برسم من فقط جهت این دوتا دیود رو عوض میکنم، برای که میخوام هم داستانی که گفتم اتفاق بیفته، یعنی اگر جهت دیود عوض کنم حالا رکتیفایر هم این شکلی عمل میکنه، یعنی تو این ناحیه در واقع شیب حالا منفی R2 به R1 بهم میده و تو این ناحیه هیچ کاری نمیکنه. من میخوام اینو در واقع این خط رو با یه خط با شیب 1 جمع کنم، دقت کنید این خط رو اگه شیبش رو منهای 2 بگیرم حالا یه خط بهم میده که اینجوری میشه، یه خط بهم میده که با شیب منهای 1 اینجا و مثبت 1 اینجاست و در واقع میشه یک رکتیفایر در واقع تمام موج. کل ایده اینه و همینه دیگه، یعنی مدارمونم پس میشه همین که توضیح دادم، مثلا اینکه آر باشه بلکه بتونم دو برابرش کنم، جهت دیودم هم توضیح دادم که چرا اینجا برعکس کردم. میتونستید داره جورای دیگه، یعنی میتونستید اینو توی منها ضرب کنین و با اون جمع کنین که لازم نباشه این دیوداتون رو اینوری کنین، یعنی با همون رکتیفایر مثلا.
مسئله قبل. ولی اگه اینو آر بگیرم، اینو دو آر میگیرم. توضیح دادم که چرا دو برابر، و با دو تا مقاومت مساوی آر و آر، حالا این وی اینی که اینجا هست دوباره میارم اینجا، و اینا رو ورودی یک مدار جمع کننده میدم. دوباره اینم آر و اینم همه اینا آر و وی آر. حالا مشخصه وی آر برس وی اینو اگه بکشید میشه همون چیزی که قرار بود. دو تا دیو جمع کنیم بدون آپم، وقتی که ایدئال نمیشه. مشخصه اون وقت مشخصه اونجاتون این شکلیه، مشخصه رکتیفایر تمام موجتون این شکلیه. مثلا تا هفته هم یا دو تا هفته هم حالا یک سو کنین کار نمیکنه، اینجوری اون وقت از اینجا کار میکنه. این الان فرق این اینه که گفته بود با همون ایده ای که تو سوال 3 بود، فکر کنم سوال این بود، گفت با همون ایده رکتیفایر خودیه، منظور همینه. من الان اومدم با یه دیود، با دو تا دیود در واقع غیر ایدئال، انگار یک مشخصه رکتیفایر ایدئال ساختم که هیچ ولتاژی برای روشن شدن دیگه لازم نداره. این آزمایشی هم که در واقع اسپایسی که هفته پیش نشون دادیم، دیدیم که حتی تا 10 میلی ولت هم می‌بردیم ورودی رو پایین، این کار میکرد. ولی اگه اینجا شما یک سیگنال 10 میلی ولت داشته باشین، این الان هیچ کاری نمیکنه. این مداری که اگه اونجوری که شما میگیم باشه. درست؟ اینجا سوالی هست؟ حالا بعد این اسپایس اینو نشون میدم. جلوتر میارم. همینو. فقط نکتهش در واقع رو اندازه مقاومت ها فقط یه چیزی بود، ولی ایده بود که این بلاک رو قبلا دیده بودیم. این ایده این که اینو جمع کنیم هم خیلی چیزه. کجا به بافر نیاز داره؟ الان این چیزی که من گذاشتم، نه من نمیدونم جواب شما چی بوده، ممکنه جواب شما یه چیزی بوده که به بافر نیاز داشته. نه الان چون که این از این ور و از این ور چیزی که میبینم در واقع مقاومت های مساویه، یعنی مثلا این منبع و ایدئال گرفتم و دیگه چیزی لازم نه. خیلی این فقط یه سواله، مثلا یکم چیزترش بود، سخترش بود. بقیه سوال های این هومورک خیلی خیلی ساده بود، زیادی ساده است. مثلا گفته اگه منبع جریان اینجوری داشته باشیم، دلیل سادگیش هم اینه که چون یه کانسپت جدیده موضوع مثلا دیود ترانزیستور، احتمالاً یه وقتی داشته باشین که با دقت اینا رو بخونید. یه دیود دارم که IS 1 داره و یه دیود دیگه دارم که IS 2 داره. دو تا المان دارم که با هم موازی شدن، در واقع ولتاژ های مساوی، جریان ها با هم جمع میشن، یعنی I1 میشه IS 1 E به توان V که V برای هر دو یکیه، به V ترمال منهای 1، برای این یکی I2 میشه IS2 E به توان V روی V ترمال منهای 1، که جریان مجموع دوتا دیود میشه جمع I1 I2 که اگر از IS1 و IS2 فاکتور بگیرم میشه IS2 E به توان V روی V ترمال منهای 1، و در واقع مثل یک دیودیه که IS به جای این دوتا دیود موازی میتونم یه دیود بذارم که IS اینگار جمع IS اون دوتا دیوده. این خیلی بدیهیه. شما اگر مثلا یه فرض کنید دیود رو فرض کنید یه PN جانکشن بوده که مثلا این شکلی بوده دیگه، یه مثلا مکعب مستطیل اینجوری در نظر بگیرید که تیکه PONش مثلا، و این دیود یکتونه، دیود دو رو حالا با یک مثلا سطح مقطع دیگه ای تصور کنید، و اینا رو با هم موازی کردیم، یعنی اینجوری بستیم با یه سیم اینا رو به هم، اون سرش هم با یه سیم بستم به هم. دقت کنید که خیلی بدیهیه که در واقع اگه سطح مقطع یکیشون A1 باشه، سطح مقطع یکی A2 باشه، اینا رو میتونم بچسبونم به هم و بگم انگار یه دیود جدید با سطح مقطع A1 به اضافه A2، و دیده بودیم که IS هم متناسب با سطح مقطع، یعنی اگر یه دیود اول داشتم که یه IS1 داشت و دیود دوی که IS2 داشت، مثل این که بگم دو تا دیود داشتم از سطح مقطع A1 و A2 و موازیشون، آره
اگر دو تا جوب آب داشته باشیم که داره توش آب در واقع حرکت میکنه، مثل اینکه بگم همیشه بگم اگر یه سیالی داره توش حرکت میکنه، مثل بگم یه جوب جدیدی دارم که مثلا حجمش جمع حالا سطح مقطع عبور، حالا کراس سکشن عبور آب، حجم منظورم نیست، جمع این دو تاست. اگه فلو آب بدونی شما اینجوری میتونید حساب کنید که آب چجوری جمع میشه. نسبت ها هم اگه بخوایم مثلا آی1 به آی کل میشه نسبت آی اس1 به آی اس1 به اضافه آی اس2 و همینجور آی2 به همین نسبت. جریان هم داره به نسبت سطح مخته ها تو این دوتا در واقع توضیح میشه، ولی این خیلی خیلی بدیهی بود. تو همون در واقع هومورک های کتاب، حالا مثلا وضعیت سری اینا هم هست، حالا اینو نپرسیده بود ولی بذارید ببینیم. اگه این دوتا دیود سری باشن چی میشه؟ کسی میدونه؟ یه دیود با IS1 یک، یکی هم با IS2. باشه، ولتاژ تقسیم میشه. باز اینا تو درس قبل دیده بودیم، دو تا المان غیر خطی هستند که این دفعه در جریان های مساوی ولتاژ ها دارن با هم چی میشه؟ آره، با هم جمع میشه. ولی اگه روابط رو بنویسید، در واقع روابطش اینجوریه. حالا مثلا فرض کنید من تو فوروارد بایاس هم و فوروارد بایاس میتونم مثلا جریانه که دوتا با هم برابرن و بمیسم IS1 E به توان V1 به V ترمال. دقت کنید اگر حالا این فوروارد بایاس باشم منهای یک رو میتونم صرف نظر کنم، اون بالا میکردم فرق نمیکرد، ولی چون اون هم میتونم برای فوروارد بمیسم هم برای ریورس. ولی فعلا فرض کنید که تو مسئله اونجا هم یه بار گفته برای فوروارد مثلا، یه بار برای ریورس مثلا حل کنید، برای که تقریبای مناسب این دوتا رابطه رو تو دو ناحیه بتونید بزنید. و این میشه IS2 E به توان V2 به V ترمال. حالا اگه بخوام به جای اگه منظور این باشه که به جای اینا آیا میتونم یک دیود بگذارم، چون هنوز در واقع یک رابطه نمایی بین جریان و ولتاژ برقراره، و اگه دیود به جای دو تا بشه یک دیود گذاشت، هنوز باز این رابطه نمایی بین اینا برقراره. ببینیم کار میتونیم بکنیم یا نه. اگر اینجوری باشه مثلا V1 میشه V ترمال LN I به IS1 و V2 هم میشه V ترمال LN I به IS2 و وی مجموع اینها که وی دو سر این دیود محصول انگار سری شده ایناست میشه جمع وی یک و وی دو میشه وی ترمال الین مجموع میتونم به صورت الین ضرب بنویسم، الین میشه I2 تقسیم به IS1 IS2 و اینو میتونم بنویسم وی ترمال الین I تقسیم به رادیکال IS1 IS2 همش به توان دو، و این دو رو الان یه چیزی به توان دو میشه دو برابر در واقع میدونستم اینجوری بنویسم، و در واقع مثل اینی که یه دیود با IS رادیکال IS1 IS2. و البته اینجا یه نکته ای هست که در واقع ما انگار مثلا دمای اتاق هم عوض کردیم، حالا مثلا یه چیزی اینجوری که بتونم اون رابطه رو بنویسم، ولی اگه مجبور باشیم بخوایم رابطه نمایی فیت کنیم این کار میتونم بکنم. خیلی خوب، اگر همین دوتا دیوده که یکی IS1 بود یکی IS2 رو ریورس بایاس کنم چی میشه؟ کسی میتونه بگه؟ ریورس بایاس کنیم یعنی که این دفعه اینجا فوروارد بایاس کرده بودم که این رابطه رو نمیتونستم بنویسم، اینجا ریورس مثلا به ولتاژ معکوس میزنم. کسی میتونه حدس بزنه جریان که از اینجا میگذره چقدره؟ یکی یه چیزی بگه. صدا میاد؟ نه، آیسی که بزافه آیستو نیست. چرا؟ نه، اونم نیست. فکر کنیم بگید، همینجوری. بفهم. سلام. بفهم. همون لنگ
دین هندسی آی اس کو ایس تو میشه، نه نیومریکال آی اس تو نه، ایس اونو تو. برای فوروارد بایاس حساب کردم دیگه. نه نه نمیشه، باید از یعنی باید یه استدلالی هم بکنید که همینجوری رو اصلا نمیشه. یعنی چی اصلا نمیشه؟ تو درس قبل چیکار میکردیم؟ دو تا المانی که میخواستیم با هم سری کنیم چیکار میکردیم؟ آره مینیمومشون درسته، ولی حالا آقای بقایی اگه میکروفون داری بیا توضیح بده. صدای من میاد. آره. خب دیگه ما وقتی که مؤلفه هاشونو داریم میدونیم که از اینا از کمتر از منفی استاشون نمیتونه جریان بگیره. آره یه استدلال حالا اینجوریه، ولی فرض کن من مشخصه آی وی رو تو نایه معکوس دارم یه همچین شکلیه. خب این مثلا برای دیود یک، مثلا آی اس یک، برای دیود دو مثلا میشه آی اس دو. کاری که میکردیم توی درس قبل میمدیم در جریان های مساوی ولتاژ ها رو با هم جمع میکردیم. قبول؟ اگر در جریان های مساوی بخوای ولتاژ ها رو جمع کنی، فقط برای اولی فقط از اینجا تا اینجا جزء مجموع جوابش هست، برای دومی هم این مجموع جوابه. مجموع جواب میشه اشتراک دوتا مجموع جواب ها اولا. پس جریان دیود مجموع اگه بخوایم در جریان های مساوی ولتاژ ها رو با هم جمع کنن میشه یه همچین چیزی، یه خط که در واقع اندازش همین منفی آی اس 1 در واقع منفی آی اس 1 منفی آی اس 2 و مقدارش ثابت. حالا سوال اینه، سوال جالب تر میگه، حالا شما که میکروفون باز کردی و جواب قسمت قبل، فرض کن این ولتاژ شکستش وی بی 1 بود، این ولتاژ شکستش وی بی 2 بود، حالا چی میشد؟ دوباره مینیمم. خب خب دیگه یعنی دوباره حالا مجموع جواب دیگه همه عددها بود، دقت کن، چون این میشکست، این تو وی بی 1 مثلا میشکست، حالا واسه شکست من تا ساده کشیدم، این تو وی بی 2 میشکست، مثلا وی بی 2 رو اینجا میگیرم و این میشکست. حالا دیگه همه آیه ها تو جزء مجموع جواب آیاته. خب دیگه چیز نداشتی دیگه. حالا ببین این دو تا خط رو اگه با هم موازی کنیم سری کنیم چی میشه، یعنی بخوام در جریان های مساوی ولتاژا رو با هم جمع کنم. یه مشخصه اینجوری دارم که برای دیود در واقع اوله، یه مشخصه اینجوری دارم که برای دیود دومه. خب الان به ازای این اگه آی اس مون کمتر از آی اس 2 باشه منفی تر باشه که نمیتونه باشه؟ میتونه. الان همه دارم میگم همه اینا جزء مجموع جوابه، چرا نمیتونه باشه؟ الان همه آی های ممکن رو داری. هر دو تا دیود هر آی میتونه ازشون بگذره. اگر مثلا روی این خط باشم که هیچی، اگه نه که این شکسته. درست. من میخوام این دوتا خطی که الان گفتی رو، این خط A و خط B رو در جریان های مساوی با هم جمع کنم. قبول؟ بله. فرض کن جریان هم اینجاست، مثلا این توی این نقطه های اینجا هستم، توی نقطه های اینجا که جمعش میشه همین شکلی. قبول داری؟ همونجاست. خب بعد این خط مشخصه دیود یک رو فعلا میام تا به وی بی 1 برسم. قبول داری؟ اینجا انگار همه ولتاژ معکوس اینجا میفته دو سر ترانزیستور چی؟ دو سر دیود یک. قبول؟ روی این خط هستم. خب اون هنوز صفره، یعنی اینا رو که دارم جمع میکنم روی مشخصه اون روی نقطه هستم. من اینجا زوم دارم میکنم، روی مشخصه دیود دو رو هنوز هیچ ولتاژی نیفتاده، ولی روی مشخصه یک روی این خطم. برای همین دیود دو هیچ ولتاژی دو سرش نمیفته، همه ولتاژی میفته دو سر دیود یک. تا کجا؟ تا وی بی 1. به وی بی 1 که میرسم چی میشه؟ این مشخصش این میشه، روی این دارم حرکت میکنم، اینو دارم با این جمع میکنم. قبول داری؟ مشخصه اینجا رو انگار دارم با این جمع، پس یه خط تقریبا صافه تا برسم به آی اس چی؟ آی اس 2 منفی آی اس 2. به آی اس 2 که رسیدم روی این مشخصه این دارم حرکت میکنم این دفعه، و دیگه تقریبا ثابته، دوباره جریان ثابته، تا اینکه برسم به چه عددی؟ برسم به نایه شکست این یکی دیود. اگه به نایه شکست این برسم انگار رو این خط رو دارم با این خط جمع میکنم، میشه منفی وی بی 2. منفی وی بی 2 اگه اونا رو خود اونا رو فرض کنم منفی هم، حالا قدر مطلقشون میرسم به ولتاژ جمع این دوتا میرسم، اون وقت ثابت شد. حالا مثلا اگه این مسئله امتحان بود، اگه وی که میدادم تو این محدوده بود، میپرسیدم این ولتاژ دو سر کی میفته، میشد دو سر چی؟ دو سر دیود یک. اگه تو این محدوده میدادم
ولتاژ دو سره دیود یک شکسته بود، ولتاژ دو سرش ثابت بود، وی بی یک بود، و بعد بقیه انگار ولتاژ بسته به که اختلاف اینا هر چقدر بود میافتاد، انقدر میافتاد دو سر دیود دو. قبول؟ بله. خیلی. این هم راه سری موازی کردن اینا. یاد موضوع مثلا درس قبلتون بوده ولی حالا خیلی من خواستم این مسئله یکم چون زیادی ساده بود یکم پیشی بشه. خیلی. اگه سوالی نیست خیلی بود. خیلی. بعد این سوال یک یک بود. این یک پنج ازتون خواسته بود که در واقع یه ولتاژی رو بردارید با یه مقاومت 4K وصلش کنید به دیودی که گفته اندازه IISش مثلا 5 فمتو آمتر. فمتو میشه 10 به توان منهای 15، 5 ضرب در 10 به توان منهای 15 آمپره. اگه به اساس میلی آمپر بخوایم بنویسیم میشه 5 ضرب در 10 به توان منفی 12 میلی آمپر. حالا چون برای چیزا میخوام میلی آمپر بنویسم و رابطه جریان ولتاژ دیود هم IS E به توان V دیود رو V ترمال منهای 1 و رابطه جریان ولتاژ در واقع مقاومت هم جریان ضرب در 4K. به این ترتیب ولتاژ تغذیه‌مون میشه 4K ضرب در I به اضافه V ترمال. حالا فرض کنیم بنزه کافی جریان از IS بزرگتره، LN I به IS. این رابطه بین در واقع جریان و ولتاژ. اگه بخوام این منحنی رو رسم کنم مثلا میام گرید اینا مثلا میام چندونم یک دهم، دو دهم، سه دهم، چهار دهم، پنج دهم، شش دهم، هفت دهم، هشت دهم، نه دهم، یک. این فرض کنید 1 میلی آمپره. گفته جریان رو بین صفر تا 1 میلی آمپر عوض کنید تو این بازه، اینو رسم کنید دیگه. خیلی خوب، من دو تا چیز دارم، یه تیکه مثلا حالا با اسم سبز میذارم ولتاژ دیود. اول اینو رسم کنم، ولتاژ دیود رو مقدار بدید، مثلا این برم مقدار رو بدم 1, 2, 3, 4, 5 ولت و مقدار قرار بدم. باید نقطه یابی کنید دیگه، مثلا 1 میلی آمپر بذارید میشه 0.065 مثلا میشه یه چیز اینجا یه جدوله. حالا فرض کن وی دی رو بر حسب آی دی مقدار بدم، برای 0.1 میلی آمپر به حسب میلی آمپر به حسب 0.1، 0.2، 0.3، 0.4، 0.5، 0.6، 0.7، 0.8، 0.9، 1 مقدار بدید بتون عددی که میده 0.593. این عمدن در واقع عددا رو می‌نویسم که یه حسی از این رابطه ال ان و نمایی داشته باشید. 0.2 میشه 0.610، این میشه 0.62، این میشه 0.62. فرقی نمیکنه، یکی رو میخوام به حسب یکی دیگه بکشم. 0.27 0.36 میشه 0.638. من جریان اختیار کردم برای که بتونم اسکیلای جریان رو مساوی بگیرم، یکم من معنی دارتره. اینجا اگه ولتاژاتون رو بخواید مساوی بگیرید توی یک رابطه نمایی الینی نمیتونید این کارو بکنید، میتونید ولی خیلی چیز خوبی نمیرسید. 0.641 من اینجا شاید یه دونه رو چون چشم برداشتم نمیدونم شاید جا بنویسم 6.45. اینجا میبینید دیگه فاصله هایی به هم نزدیک شد، 0.648، 0.650. خیلی خوب، اینجا تقریبا عدد همه یکی هست، 0.666 مثلا همینجوری هست. بعد این یک کم کمتره به رابطه اینجوری میشه، این ولتاژ تزر دیود.
ولتاژ ضرب مقاومت هم اگه بخوایم ببینیم که یه رابطه خطیه، مثلا توی 1 میلی آمپر میشه 4، بیام اینجا مثلا میشه اینجا، اینجا میشه 3، مثلا توی همجوری یه خطی که این از اینجا و اینجا رو اینجا وصل میکنه. و حالا جمعشون اگه بخوایم وصل کنید، مثلا مجموعش با آبی بکشم، مجموعش مثلا میشه همینقدر بالاتر از این، یه خط اینجوری میشه، اینجا مثلا یک کم اینجوری. خب کل این رابطه و نقاشی و پلاتی که انجام میدید بتونه احتمالاً اینو میگه که تو تمام این بازه‌ای که اینجا هستید، خیلی فرق نمی‌کنه که ولتاژ دو سر دیودتون رو تقریباً بگیرید، مثلا 6 دهم بگیرید، 7 دهم بگیرید، می‌بینید خیلی فرق نمی‌کنه. من اگه 6 دهم می‌گرفتم مثلا خطم کلاً خطم میشد، مثلا خط کلی میشد یه خط موازی این با یک شیب 7 6 دهم بالاتر. اگه 7 دهم می‌گرفتم مثلا میشد اینجوری. اگه وی دی رو ثابت میگرفتم 6 دهم مثلا این میشد، وی دی رو ثابت میگرفتم 7 دهم مثلا این میشد. برای همین میبینید یه این فقط برای اینکه یه حسی بهتون بده که ما 6 دهم 7 دهم که میاریم عملا تقریب خیلی خوبیه. نه همیشه دقت کنید، من برای این بازه شما اگه ولتاژ دیود 6 دهم یا 7 دهم بگیرید کار خوبی انجام نمیدید. یعنی میبینید این خط آبیه اصلا نزدیک هیچ کدوم از این دو تا خط نارنجی هایی که 6 دهم و 7 دهم نیست. و برای همین شما اگه هر مدار اینجوری اینو بعداً برای ترانزیستور هم بیشتر استفاده خواهیم کرد، یعنی هر جای اینجوری دارید، اگر این ولتاژ اینجاتون وی اینتون مقدار دی سی به اندازه کافی بزرگ داشته باشه، من ولتاژ اینجا رو بگیرم 6 دهم بگیرم 7 دهم، روی جریان اینجا هیچ تأثیری نمیذاره. در واقع KVL که دارم اینجا می‌نویسم، مثلا اینو بگم VBE آن ترانزیستور، وی این منهای یه VBE آن ترانزیستور تقسیم به این مقاومت که اینجا گذاشتم داره جریان مثلا بیس رو اینجا بهم میده. دقت کنید اگر این ولتاژ به مراتب از این بزرگتر باشه، خطای این توی کل این تقسیم خیلی ظاهر نمیشه. اما اگر وی این حول و حوش همین باشه، یعنی تو وین عددهای ولتاژهای کوچیک باشم، ولتاژهای کوچیک وین باشم، اون وقت خیلی خیلی مهم میشه که دقیقاً از همون رابطه نمایی هرچی استفاده کنید. و اینو شما باید تشخیص بدید که میتونید در واقع این تقریبو بزنید یا نه، و این یکی از کارهای شماست پیدا کردن این که تقریب خوب هست یا نه. حالا این کمک میکنه که در واقع بعدی 1 دهه و چی تو سال بازه ولتاژ بین 0 تا 1.5، ولی وقتی جریان خب آره این اونو شامل شده دیگه، مثلا تا 1.5 تا اینجاست. حالا چی این تیکه فقط میخواستم این عددار یه جوری بدم که همه این بازه رو درست بپوشونه. اگه دوست دارین اینجا میتونید دو سه تا عدد بین این تیکه بدید، مثلا این نقاشی دقیق ترش. الان سوالی هست؟ ولی اگه اسکیلاتون رو رو ولتاژ بدید، چون ولتاژ یه دفعه دارید در ادابته به هر حال آخرش باید خونه های جریان بدید به نظرم، ولی اگه میخوایی شکل درستی بکشید. خیلی یک ده من صورتشو ننوشتم، ظاهرا یه ترانزیستوری که آی اس یکش میرم اینجا نگاه میکنم دو توان منفی 12 آمپره، یه ترانزیستور دیگه آی اس 2ش دو توان منهای 15 آمپره. حالا گفته چی؟ گفته وی بی آن این دوتا رو پیدا کنی. باز رابطه جریان ولتاژ وی بی و حالا جریان یه ترانزیستور اینجوریه، آی اس ترانزیستور ای به توان وی بی ای به وی ترمال، این میشه در واقع جریان کلکتور. و
حالا اگه جریان کلکتوراش گفته هر دو 1 میلی آمپر باشن، پیدا کنید که وی بی آن چقدره. بعد ترانزیستور یک وی بی آن یک میشه وی ترمال ال ان همین جریان در واقع 1 میلی آمپر تقسیم به آی اس 1 که اگه این عدد رو بذارید میشه 0.518. و برای دومی وی بی آن دو چه وی تی ال ان 1 میلی آمپر تقسیم به آی اس 2 که میشه 0.691. اونی که آی اس بزرگتری داره وی بی آن کوچکتری داره، یعنی این ترانزیستور بزرگتری بوده، سطح مقطع مثلا بزرگتری داشته و این رابطه اینجا هم حالا حسی هر چیزی میتونید تفاوت شوید. بعد گفته که به ازای بین 0 تا 7 هم اینو رس کنید، یه هم چیزی فکر کنم نمیدونم برای کدوم من رس کردم، ولی اگه آی سی رو برای وی بی آن و بعد دوباره اینجا هم 1 2 3 همجوری حالا اسکیل کنید تقریبا تا 1 دهم و 2 دهم و 3 دهم و 4 دهم و 5 دهم و این تو رنج میلی آمپر. حالا هرچی عدد بدید باز چیزی نمیبینید، اولین عدد رو احتمالا تو 6 دهم میبینید، تو 6 دهم میشه 0.26 میلی آمپر، یعنی وی بی آنتون 6 دهم باشه میشه 0.26 میلی آمپر، اگر 7 دهم باشه میشه 14.4 میلی آمپر، به نقطه خیلی خیلی بالا میشه مثلا اینجا ها میشه. بذار اینم 6 دهم هم مثلا اینجا هاست و بقیهش هم خیلی تو این اسکیلی که ما اینجا رو مگه یکی لاگ بکشید ببینید خیلی نمیبینید، یه دفعه از اینجا میرسه به اینجا. هدف این بوده که یه حسی از این رابطه که یه دفعه نمایی داره زیاد میشه رو. بله ما تو این درس وی ترمال هایی میذاریم، یعنی اتاقمون یکم خنک‌تره. آره دلیلش هم اینه که بشه همه حساب کتاب ها رو بدون ماشین حساب انجام داد. در واقع 25 میشه 104 همه ضرب و تقسیم ها رو میشه راحت انجام. خب بعد 1.12 گفته آی اس ترانزیستورمون این شکلیه با دما بی تی به توان 2.5 ای به توان منفی 1.12 وی ترمال، که اینو حالا تو ویدیوهای درس گفتم در واقع این ای 1.12 ای گپ سیلیکانمونه، یعنی که وی ترمال کی تی کیومه و این ترمه که بیشتر تابعیت دما رو داره. اینجور گول نخورین که اینه مثلا تابعیتش تی به توان 2.5، اصلا تی به توان 2.5 نیست، شدیداً به صورت نمایی با دما وابسته است به خاطر این ترم اینور. و حالا گفته یه ترانزیستور داریم که میدونیم آی اسش 10^-15 در روم تمپرچر مثلا تی مساوی با 300 درجه، برای همین پیدا کنید بی رو. حالا تی رو همه مقادیر رو دارید، تنها مجهول اینجا بیه، اگه قرار بدین تو رابطه بیتون میشه بکنم 0.018 یا چیزی. و حالا میتونید برای در واقع چرا نمیدونم خواسته ها سال قبلی رو میگی من نمیدونم من چون کشیدم بقیه. بعد گفته بود که حالا جریان آی استون رو بر حسب دما بکشید و مثلا از 250 تا 300 درجه کلوین 350 و 400 درجه کلوین. خب اگه مقادیرتون این باشه من کنارش وی ترمال اینا رو هم میکشم چون تو رابطه که داریم وی ترمال ها رو میخواییم.
وی ترمال رو تو این دماها حساب کنید، به ترتیب میشه بر حسب میلی ولت میشه 21.5، تو 300 درجه میشه 25.8، توی 350 میشه 301، 30.1 ببخشید، و توی این هم میشه 34.14. و این مخرج کسی که اینجا میبینید تابع دماس و در واقع اکثر تابعیت رو اون بهتون میده. و حالا اگه حساب کنید مثلا توی 250 میشه آیستون یه چیزی میشه هلوش 4.2 ضرب در 10 به توان منفی 19. توی 300 درجه حساب کنید مثلا هلوش هم 10 به توان منهای 15 است دیگه، چون حالا من دقیقا اونجا دمای اتاق هم میکنم خونکتر بوده، با اون بی که گذاشتم میکنم شاید فرق کنه ولی اردرش درسته. بعد اگه برم بالاتر این میشه 2.8 ده به توان منفی 12، میبینید نمایی تابع دماست، بدیهی هم هست که این اسکیل اینجا خطی نیست، این محور این لاگه خطی نیست، یعنی فاصله هاشو لاگ گرفتم که بتونم رسم کنم. 4.17 ضرب در 10 به توان منفی 10. شما میبینید مثلا ترانزیستورتون به 400 درجه برسه آیسش این همه زیاد میشه، یعنی 5 مرتبه داره آیسش زیاد میشه. بیه یکم ربط داره که دماتون رو دقیقا چی بگیرید، یعنی وی ترمال رو من اونجا 25 گذاشتم، توی این وی ترمال رو گذاشتم 25، خیلی تابع اینه. اگه 25.8 مثل اینجا بذارید، من اینجا بعدش 25.8 داشتم، برای همین این با اون یکی نشد دقیقا، ولی اردرش مهم خیلی. بعد منظور این بوده که حالا یه حسی داشته باشید که به شما نقاط رو هم وز کنید میشه یه خط، یعنی تو محور لاگ خطی میشه خط، یعنی به صورت نمایی تابع در واقع اندازه دماست. و دارم میگم باز این ممکنه زیاد داشته باشه، فرض کنید مثلا این الان تابع اینه، اصلا تابع این نیست، یعنی چه اینو میذاشتم چه نمیذاشتم خیلی فرق نمیکرد، شدیداً تابع اینه. خیلی بعد 1.13 بوده سال آخره که گفته یه ترانسور داریم که آی اسش 10 فمتو آمتره، یا به عبارت دیگه 10 ضرب در 10 به توان منفی 12 میلی آمپره، یا 10 به توان منفی 15 آمپره، کلش میشه 10 به توان منفی 11 میلی آمپر، یعنی چیزی. و اولا وی بی ای رو به ازای وی بی های مختلف 1/10، 2/10، 3/10، 4/10 آی اس سی رو پیدا کنید، یه جدول اینجوری وی بی آی اس سی رو بر حسب میلی آمپر میخوام بنویسم تو این جدول. اگه 1/10 بذارم این میشه، عددی که اینجا میذارم بر حسب میلی آمپر، آمپر نیست، 10 به توان منفی 10 میلی آمپر. 2/10 بگذارید میشه 3 ضرب در 10 به توان منفی 8. 3/10 بگذارید میشه 1.6 10 به توان منفی 6. 4/10 بگذارید میشه 8.9 10 به توان منفی 5. نیم بذارید کم کم حالا داره نزدیک به رنج میلی آمپر میشه 0.05. 6/10 بگذارید میشه 0.26. اون نقاشی که کشیده بودم مال این یک سال بود، ببخشید آی وی که کشیدم 14 و 14 هم بگینام این عدد هاش من اینجا بود، اینو ببخشید از اینجا پاک میکنم، اینی که اینجا کشیدم به واقع مربوط به این نیست. این نقاشی مال این بود،
میرفت و چهارده و چهارده. خیلی خب. بعد گفته که حالا آی سی رو سه مقدار یک دو سه میلی آمپر بدید، وی بی آن رو به دست بیارید و وی بی آن رو به دست بیارید میشه 0.3325 و 0.6607. این عدد رو فقط حالا منظور دارم. بعد گفته حالا آی سی رو بر حسب وی سی بکشید، به ازای وی سی های بزرگتر از وی سی اشبا. اگه اینو بکشیم به بذاری سه جریان آی سی یک دو و سه میلی آمپر، پس اینجا سه میلی آمپر، اینجا دوه، اینجا یک. و اگه ولتاژ الی رو بی نهایت بزرگ بگیریم، در واقع یه خط موازی در واقع محور ولتاژ و اندازه وی بی هم به ترتیب اینان، یعنی اسمشو بگم وی بی یک، وی بی دو و وی بی سه. اگه وی بی ای سه اینجا باشه، وی بی ای دو اینجا باشه، در واقع وی بی یک اینجا باشه، مشخصه آی سی بر اساس وی سی به ازای این ولتاژ بیس امیتر های مختلف رو اینجا میبینید. اینجا فکر کنم 14 است ها، شاید اشتباه، من روی چیزم نقطه یه نقطه اشارشو نمیدونم، حالا اینو چک کنید ببینید با این عدد چی میشه. فکر کنم 14 است. میذارم تو این رابطه ببینیم الان چی میشه، ولی حالا یکی چک کنه اینو. ششدهمش اگه این میشه، حالا هفدهمش رو چک کنید. بابا هم 14 است. دیگه سوالی نیست، من برم اسپایس همین دوتا رو نشون بدم که نکته خاصی البته نداره دیگه. اسپایسش چیزی یه سوال اول و فقط اسپایسش الان سوال از آن باش بفهم. برای مسئله 1.5 اون یه اصلا میان نمودارشو این آره، بعد اینجا میتونیم بگیم این شیب این خط، شیب خط چیه؟ همون شیب این خطی که به دست آوردیم تو ناحیه‌ای که خطیه. خب میتونیم بگیم همون مقدار مقاومته. آره، چون داری اینو تقریبا ثابت میگیری، وقتی اینو ثابت بگیری حالا شیب خطت میشه یک آروم. آره، چون این تقریبا ثابت میگیری از یه جایی بعد ولتاژ دو سایت دیود انگار ثابت. ولی این اینجا نه، اینجا دیگه خود ولتاژ دیود انگار ثابت هم نیست. نه اینجا باید نمایی بگیریم رابطه‌شو، جمع هر دو دیگه، یعنی هر دو، هم یه ترم خطی داری هم یه ترم اینجوری. ترم خطی هم اندازه نمایی تاثیر داره، یعنی نمیتونیم بگیم این ور خطیه اون ور کامل نمایی. نه مگه اینکه خیلی کم شه، اگه آی خیلی خیلی کم باشه باز این ترمو در مقایسه با این میتونی سفر کنی، یه جایی اون وسط که هر دو مهمه. ممنون. دیگه سوالی نیست، من برم اسپیس نشون بدم. بیام بیرون. خب الان این اون یک سوسازه در واقع نیم موجه تا اینجا، یعنی وی آوت اگه نگاه کنم یک ساز نیم موجه. چیزی که اینجا گذاشتم یه مقاومت دو کی گذاشتم دو برابر این، که بجز این که یک ساز نیم موجه ضرب در دوش هم میکنه، ضرب در دوش. برای این لازم داشتم که بعد که میخواستم با خودش جمع کنم، این چون منفی دوه، با خودش که جمع کنم تو یک نیم سیک میشه منفی ورودی. تو نیم سیکل دیگه این یک ساز یک موجه هیچ کاری نمیکنه، این صفره، فقط انگار این داره با صفر جمع میشه میاد تو خروجی. تو یک نیم سیک در واقع از این مسیر داره در واقع خروجی تامین میشه. تو نیم سیک دوم ورودی رو انگار منفی دو برابر میکنم با خودش جمع میکنم که میشه یک سوسول، یک
مرسوم شده. حالا همین رو نشون میدم اینجا. در واقع اگر من اینی که میبینید آبی که اینجا هست در واقع وی اینتونه، وی آوت در واقع ولتاژ خروجی این نقطه رو و وی آوت کلی ما. یه بار دیگه رسم میکنم. این قرمزی که اینجا میبینید در واقع منفی دو برابر ورودی رو این سبز حساب کردم با خود ورودی جمع کردم، شده این شکلی منفی اینجوری تو این نیم سیکل. تو نیم سیکل هم که این خروجیش صفره، منفی ورودی رو اومدم با این جمع کردم و در واقع همینجوریه. این چون در واقع جمع کننده اینورتینگه، وقتی جمع میکنه توی منها هم داره ضرب میکنه. این تیکاست که در واقع این هیچ کاری نمیکنه، فقط داره اینو با این جمع میکنه و میذاره تو خروجی. و نهایتا این چیزی که میبینید قرمزه، شکل قرمزه یک سو شده در واقع تمام موج این شکل آبی است و دیگه هیچ ربطی هم به اندازه ولتاژ هم نداره. میبینید هیچ ولتاژ افت ولتاژ 0.7 و اینا هم نمیبینید. حتی اینو برای دامنه 1 ولت کشیدم، دامنه ولتاژ رو کم هم بکنید، میلی ولت هم بکنید مثل اون مسئله بازم کار میکنه. خیلی خوب، اینجا سوالی هست؟ بعد اسپایس بعدی یک 13 است. حالا همین مسئله آخره، من همون کاری که کپ ریسر میکنم اینجا کردم. در واقع اومدم یه مش جریان بیس مختلف دادم، جریان بیسام با این پارامتری که اینجا دادم، جریان بیسام از 0 تا 50 میکروامپر با استپای در واقع 10 میکروامپری زیادش کردم. یعنی یه دفعه 0، یه دفعه 10 میکروامپر، 20، 30، 40 تا 50. و اون وقت حالا آنالیز دی سی کردم، ولتاژ وی سی رو از حالا یه عدد کمی تا 2.5 بردم، سویپ کردم، مدلم برای ترانزیستور گذاشتم، مثلا اسمش بی جی تی 1، یه بتای فوروارد داره، یه آی اس داره، یه ولتاژ ارلی که با اینا میتونید بازی کنید. حالا ولتاژ ارلی شو مثلا یه عدد بزرگی دادم، مثلا 200 بزنید بزرگتر بدم، مثلا 500 ولتاژ غیر معقول بزرگیه. ولی شما میتونید بی‌نهایت هم بدید، اینفینیتی بذارید اینجا میشه بینایه. فقط برای که نشون بدم که اینو ببندم. خب حالا اگه شبیه سازی کنم میاد در واقع جریان آی سی کیو رو بر حسب وی سی رسم میکنه. الان میبینید مشخصه در واقع ترانزیستور مونه، یعنی مشخصه در واقع خروجی ترانزیستور رو رسم کردم. جریان کلکتور رو بر حسب ولتاژ کلکتور به ازای این آیه بیس های مختلف. ما چیزی که صورت مسئله خواسته بود این بود که ولتاژ های اینجا رو مثلا اون سه تا عدد بدیم، 0.6 میتونستم وی بی ای اینجا منبع ولتاژ بذارم و اندازه ولتاژ رو اون سه تا عدد بدم که ببینیم دقیقاً با اون آی اسی که اونجا هست این میشه یا نه. آی اس مونم در واقع 10 فمتوامپر بوده، یعنی همین 10 توانه توان منفی 14 این به آمپره، به میلی آمپر نیست. خب الان بتای این در واقع نسبت جریان های اینجا به اینجا، مثلا اینجا 10 میکروامپر بوده، این شده 3 میلی آمپر، اینجا نسبت 3 میلی به 10 میکروامپر بتای که داده 300. و میبینید که تقریبا بتا ربطی به ولتاژ کلکتورمیتر نداره. من اگر بیام ولتاژ ارلی ترانزیستورم رو کم کنم، مثلا به جای 500 بدم 50، شما حالا کم کم شیب خط رو میبینید. یعنی الان خطا میبینید یه شیب کمی دارم، مثلا روی مشخصه یه دونه حرکت کنم، مثلا اینجا جریانی که میخونم مثلا هولوشه 11.9 میلی آمپر به ازای یک جریان بیس ثابت، و می‌بینید به ازای همون جریان بیس اون ور 12 خورده‌ای می‌بینم. این شیب خط در واقع داره نمایشگر همون ولتاژ ارلیمه. و حالا بتا رو مثلا می‌تونید کم و زیاد کنید، هر کار می‌خواید بتا رو 100 بدم. همین جریان‌ها به نسبت مثلا یه 3 برابر کم میشه. هنوز ولتاژ ارلی هم قبلی است،
بودن 2 دهم 3 دهم ولت جایی که ترانسفر مرز بین اشباع اینجا داره اشباع میشه و اینجا تونا یکتیو و همین و چیزایی که از این مسئله میشون یاد کرد. خیلی خوب دیگه سوالی هست؟ بفهم استاد ببخشید سوال اول که اکسوساز تمام مجزما خواسته بودید یه دی از ما من خودم این کارو کردم و بعدش هم دیدم یه دی دیگه هم همین کارو انجام دادن و بله آوردید جهت دیودو رو عوض نکردیم فقط یه دیود از وی این کشید میشه این مسئله طراحیه دارم میگم 500 جور میشه ولی ایدهش اینه که در واقع همین دیگه یک سوسا یعنی از جمع کننده و یک نیم موج میتونی شما تمام موج بسازی حالا این جور مختلف میشد بسازی در واقع میشد جمع کننده نذارم تفاضل کننده بسازم اینم داشتیم دیگه و جهت دیود عوض نمی کرده قبول داری؟ بله بله اینم هست بله و احیانا براش دوستاد امتحان شنبه از مبحث دیود بازم بله بله. چون دیود تقریبا باطل شد دیود و همه یکم حالا چون این چیز چیه سوال خورش خوبه میتونم کلی سوال از فیزیک ترانزیستور بپرسم مثلا فیزیک ترانزیستور این ویدیو آخری هم هست یا فقط همون دو تا ویدیوی اول که خیلی توضیحات کیفی طور بود آخری هم همش کیفیه اونایی که اگرم کمی هست من تنها رابطه‌ای که تو این درس لازم داریم اینه که از ترانزیستور بدونید که آیه سیش میشه آیه اس ای به توان وی بی ای به وی تی حالا من آیه یکشو بذارید در یک به اضافه اینم اضافه کنید دیگه در 99 درصد موارد اینو صرف نظر میکنیم همین رابطه که برای دیود مینیمیشیم برای ترانزیستور هم نیست همین این کفایت میکنه دیگه بقیهش هیچ چیزی کمی من لازم ندارم ولی کیفی میتونم سوال بپرسم. استاد احیانا حالا از این ویدیو آخر سوال میاد تو امتحان شنبه؟ ویدیو آخر میتونه چیز خاصی نداره ویدیو آخر دارم میگم. پس چه بسیار خوب برای فرض بکنیم. من فرض میکنم آره. معنی جمله من اینه. خیلی من فرض دارم. چشم مرسی باشم. بفهم آیه. با بخش مفهومش اوکی هم مفهوم چی؟ این ترانزیستور که این که ترانزیستور توضیح خب. دادید هر کاری باش بکنیم چی میده اوکی ولی بخش کاربردش رو هنوز متوجه نشدم کاربردش تا آخر درس وقت داری یعنی مثلا همین این دوتا مثالی هم که ازش زدید اونا هم حتی کاربردش این که نمودارش تو درس یا اینجا نه دو آخر دوتا مثال کامن بیس و کامن امیتر رو درست. مثال زدید اون کاربرداشون نه مثال نزدم من... گفتم اون فرض کن هم که گفتم دیگه آره. تحلیلشون فرض کن یه المان سه‌سر روی زمین افتاده شما این المان سه‌سر رو به سه وجه میتونید نگاش کنید خب حالا من از اون سه وجه دو وجهشو تو اون ویدیو هم مثال زدم و نگاه کردم یعنی بیس مشترک و امیتر مشترک حالا کلکتور مشترک شد اوکی تحلیلش رو متوجه شدم ولی اینکه کاربردش برامون چیه رو توضیح حالا نه میبینیم دیگه بر... ادامه درس همینه دیگه تا ادامه درس و درس‌های آینده و زندگیتون بعد یه چیزی هم که کامن بیس و ما NPN فکر کنم PNP رفتیم بعد امیتر بیس و NPN رفتیم یعنی برعکس هم بود فرقی دارن نه. یا نه حالا اونو توضیح میدیم اونو بعد به همون چیزای مدارش که رسیدیم توضیح میدیم آره فرقی دارن یعنی هر کدوم ولی نواحیش فرقی نداره خب یعنی اون یکی باید بیس امیترش فوروارد باشه اونش چیز باشه برای نای اکتیو ولی خب چون جهت دیود عوض میشن آره اندازه ولتاژ و اینا که تو نای اکتیو باشه فرق حالت مختلف باید بررسیشون کنیم ولی یه دونه رو خوب یاد بگیرید اون یکی قرینه اونه یعنی روش استانداردی هم که تو کتابا درس میدن مثلا همه رو با ام پی ان درس میدن و بعد میگن پی ام پی رو خودتون بفهمید ولی حالا من سعی میکنم حالا هر دوتا رو یه جوری موازی بریم من فقط
میگم نمیدونم، من خودم بایاسی ندارم که فیزیکش رو با پی ام پی توضیح دادم، ولی ما تو این درس و همه کتاب ها احتمالا چیزی که میبینیم ام پی انه بیشتر، و حالا از این به بعدم ام پی ان، حالا ام پی ان به همون دلایلی که گفتم که مثلا حالا مثلا بتاش بیشتر و اینا احتمالا هم بیشتر استفاده میشه، هم بیشتر در واقع هر کتابی که درس میده احتمالا با اون درس میده. خواهش دستون درد دیگه، سوالی نیست. ویدیو رو قطع کنم ضبطشو بکنم دیگه بقیه، حالا من قطع میکنم دیگه، اگه سوالی بود بعد بمونه برای من. تو کلاس هستم